أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين عبد القاسم محمد صلى الله عليه وسلم الحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بغية الله في الحرصين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين دیشب چند تا مسئله از مسائل نماز قضا عرض کردیم حالا اگر خدا کمک کنه چند مسئله دیگه عرض کنیم میفرمون که حکم نماز و عبادات انجام شده در لباس هایی که از پول خمس نداده در لباس هایی که از پول خمس نداده تهیه شده چیست؟ آیا باید این نماز ها قضا بشوند شخصی خمس نمیده خب با این پولای خمس نداده که اضافه هم داشته تو زندگیش اضافه می آورده بنابراین خمس برگردنش واجب بوده حالا با این پولایی که قرقاتیه و توش خمس هم وجود داره لباس خریده با این لباس نماز خونده حالا قضا باید به بیاره اگر خمس به خود لباس تعلق گرفته حکم نماز در لباس قصبی را دارد شما میرید در یک مغازه مثلا یه انتخاب میکنید یا انتخاب میکنید مثلا یه کت انتخاب میکنید یه مجموعه لباس انتخاب میکنید خب اینا رو اون آقا مثلا چیزش میکنه منظمش میکنه بعد میپیچه بعد توی فرض کنید که پلاستیک میذاره میذاره دست به دست شما میسپره بعدم شما دست میکنه تو جبتون تو جبتونم حالا این حد اعلاشه انواع پول دارین یه پولیس که دیروز به دست اومده یه پولیس مثلا مدتیس مونده بوده یه پولیس از مثلا بانک گرفتین مثلا یه سال دو سال مثلا یه سال دو سال توی بانک بوده بنابراین خمس حتما بهش تعلق گرفته یه پولی هم هست امروز صبح من به یک مثلا یه معامله کردم اون آقای مثلا طرف معامله به من یه دلالی داده یعنی همین امروز تحصیل شده این پول وقتی این پول امروز تحصیل شده خمس نداره دیگه باید یه سال بمونه تا بهش خمس بخوره اون پولم از تو بانک مثلا من گرفتم از این مسائلی که الله به طور جدید هستش توی این بانک من مثلا حساب دارم مدت های مدید پول های مختلف توش هست حقوق میره اون تو مثلا پول های زخیره دارم اون تو هستش قاطیه خمسدار و غیر خمسدار و این حرف توش قاطیه تو من چند جور پوله من دست میکنم اتفاقا همون پولی رو که صبح به دست آوردم اینو به عنوان قیمت لباس میدن شب نداره دیگه این لباس پاک حلال چون با یه پولی اینه تهیه کردی که خمس بهش نخورده بوده یا از اون پولی که توی بانک مونده بوده مثلا هر ماه مثلا پول میریزن توی حساب من در بانک این مونده داره غیر مونده داره قاطیه یا با اون پول من خریدم دو تا فرض شد من معامله رو انجام دادم خریدم لباس رو دستم گرفتم حالا دست کردم تو جیبم مثلا این کارت بانکمو رو در بیارم که مثلا اونجا حساب کنیم یا اینکه نه دستم برخورد کرد به پولی که صبح به دستم اومده بود خب پولی که صبح به دستم اومده بود که هیچ دیگه مشکلی نداشت به این حساب بانکیم مثلا اون کارتش برخورد کرد اون کارت رو مثلا میکشن به اون دستگاه و از هم منتقل میشه خب اون ممکنه مشکل پیدا کنه حالا دقت کنید من از اول نیت نداشتم چه پولی بدم فقط لباس رو خریدم حالا بعدم دست خواهم کرد تو جیبم پنج جور پول تو جیب من هست مثلا یکی از اینا اینم معامله شب نداره اون لباسی که شما خریدی پاک حلاله باش نماز میتونه بخونی نه من قصد داشتم از پول بانکم بدم که این پول بانک توش پول مونده داره سال گذشته داره یه مسئله عرض کنم بعضی از آقایان فتواشون هست که وقتی شما وارد یه کاری میشی، استخدام شدید از اون روزی که استخدام شدید، اولین روزی که رفتین سر کار سالتون مشخص میشه. این روز اول به یک سال بعد شما باید حساب خمس مالتو بکنی. بعضی از آقایون میفرمایند که اینا رو مرجعتون رو بعد ببینید از آقایون میفرمایند که نه اولین پولی که به دستت اومد سالت شروع میشه ممکن شما بری شیش ماه توی یه اداری هم کار کنی شیش ماه, ما شیش ماه اول به حقوق ندن پس این حساب نمیشه از اون روزی که اولین حقوق تو گرفتی یا هر راه دیگری درآمدی به دست آوردی از روز اولی که درآمد به دستت آمد اولین درآمد سالت شروع میشه درست سال آینده باید محاسبه کنی و حسابت رو انجام بدی من اصلا هیچی تو ذهنم نیست که با چه پولی بدم این معاملا باز دقیقه و صحیحه مشکلی نداره لباسی که شما با این پول خریدی ولو بعدم دست کردی از اون پول خمس نداده دادی یا او. اما اول نقشه شو نداشتی که اون پولو بدم از اون پول خمس نداده دادی بدهکاری یعنی به اندازه خمس این مال چون خمس این مال مال شما نیست یک پنجم این مال مال شما نیست مولفقراست این پنجم بدهکاری پس به این صاحب مغازشون بدهکاری معاملت صحیح دقیق معامله من میگم آقا من این لباس رو از شما خریدم شما یه لباس سالم درست به من میدی منم باید مقابلش پول بدم پول دادم پول حلال دادم که معاملت صحیحه پولی رو که خمس نداده بود اما من نخواستم اونو بدم نقشم نبود که اونو بدم پول اینو میدم فرض کنید که مثلا نسیه میذارم آشنا باش هستم نسیه میذارم بعد دست میکنم تو ببینم پول دارم از اون پولی خمس نداده هم میدم بازم معامله صحیحه فقط شما به دهکاری به این آقا وقتی رفتی خمس تو پرداختی به به این آقا حل میشه یا نه من یه نوع پول از اون تو جیبم بود اونم پول خمس نداده بود حتما من هم میخواستم همینه بدم که فرض دیگه نداشتم نسیه نمیخواستم بذارم هیچ چیزی هیچ نقشه دیگه نداشتم فقط میخواستم همین این پول فرض نداشتم یعنی فرض دیگه نداشتم خب وقتی که مسلما من میخوام پول خمس نداده بدم به عنوان وقت اینجا میگن یک پنجم معامله صحیح نیست بنابراین یک پنجم این این لباس مال من نیست مال فقراست و میشه چی؟ به بکرکل دقت کنید همچنین اگر آن را به نحو متعارف معمولی که معامله به ذمه است نخریده باشد من وقتی رفتم اصلا پولم رو دستم میگیرم یه آقا این شما لباس من بده مثلا یا هر چیز دیگری با این پول وقتی این پول اگه حلال معاملت صحیحه پول خمس داده است یه پنجم معامله صحیح نیست میگن نحو متعارفی معمولی نکردم به ذمه میخره مثل پولی من من همرام پول داشته باشم حالا چک میخوام بدم مثلا فرض مثلا فرض میکنم که تلفن میزنم شاگرد مغازم بیاد پول بیاره چون همراهم پول نیست این میشه معامله به ذمه من پول دستم نگرفتم مقابل جنس بدم اینو همه زندگی ما سا حواستون باشه خب همچنین اگر آن آن را به نحو متعارف که معامله به ذمه است نخریده باشد اگه به ذمه خریده باشد باز گیری نداره اگر خمس به خود لباس تعلق گرفته حکم نماز در لباس قصبی را دارد چی بود پول خمس نداده دست همه میگم این پولو بگیر شما مثلا یه دونه فرض کن شلوار مثلا این میشه معامله به پول خمس نداده خمس میره توی لباس خمس میره توی لباس باز اینجا فتفای آقایان فرق میکنه خمس میره تو لباس اگر رفت تو لباس دیگه لباس میشه قصبی اگه به زمه خریدم مثل همون مثال که عرض کردم حالا من باید بگردم تو جیب میرم پول دارم یا ندارم بعدم مثلا فرض کنم میرم ندارم تلفن میزنم که شاگرد مغازه مثلا یه مقدار پول بیاره یه چک بیاره یه چک مثلا میدیم میشه به ذمه، خب اون اب نداره این بلکه با خود پولی که خمسش را نداده خریده باشد لباس غصبیه میفرمان شخصی از طایفه اهل حق که متاسفانه ما در کشور خودمون یک جمعیت های حسابی زیادی اهل حق داریم که اهل نماز و سایر دستورات شرعی نیستند این آدم شیعه شده نمازهای گذشته شو قضا بکنه یا نکنه بگن یعنی اگر از اول جزء این فرقه بوده نمازش قضا نداره اگر رفته جز این فرقه شده بعد از مدتی که مسلمان بوده رفته جز این فرقه شده وقتی این تمام نمازهای اون دورانش رو باید قضا کنه این جانب نمیدانم نماز قضا دارم یا نه و اصلا به یاد نمی آورم تکلیف چیست؟ اون هیچ تکلیفی ندارم شما نمیدونی تکلیف تو شما مسلمانی نماز میخوندی نماز خون بودی <تصفح> الان من هرش فکر میکنم نماز غذایی به گردنم دارم یا ندارم چیزی به یادم نمیاد تکلیف نداری واجب نیست نماز غذا بخونیم <تصفح> یه قصه یادم اون اول اون قصه رو عرض کنم بعد یه آقای بزرگواریست به نامه شیخ محمد حسین اصفهانی شما ها نمیشناسید اینا یه خانواده بسیار بزرگ علمی هستند در اسفهان که نسل‌های متعددی مردان بسیار بزرگی از علما از این خانواده برآمده است و آخرین نفر این خانواده هم مثلا ده سال 20 سال پیش وفات کرد دیگه در میان این خانواده هیچ اهل علمی دانشمندی عالمی نیست این آقای محمد حسین عالم بوده است رفته نجف درس خونده مشتهد شده مثلا اجازه اجتهاد گرفته به شهر خودشون اصفهان برگشته بعد از مثلا وفات پدرش بر جای پدر در مسجد نماز میخونده مسجد پدری درس میداده قضاوت میکرده یعنی چون مشتهد بوده قضاوت میکرده همه کارهایی که آقایان علما میکردن ایشون میکرده این مسئلهش مهمه قصه است اما واقعیت داره و مسئلهش هم مهمه یعنی درد ما هم توش هست ایشان در نمازها گاهی برای شک پیش میامد شکی که تو نماز پیش میاد بین سه و چهار یه وقتی شما خودش فکر کرد که خب نمیشه که نماز بعد فکر کرد خب نشد که یه فکری باید بکنی تصمیم گرفت که یک ساعت قبل از نماز کاراشو مثلا کم کنه یک ساعت نیم ساعت قبل از نماز بشینه فکر کنه تمرین فکر که اصلا در عمر ما اتفاق افتاده از بهترین تمرین های راه آدمیت است. اگر به انسان فکر کند از طریق فکر کردن هیچ ریاضت دیگری هم لازم ندارد میتواند به عالی ترین مقامات انسانی برسد در زندگی ابوذر داره که دم چیزی میشه چیز فکر میکرد حالا چی فکر میکرد من اگه بخوام فکر کنم فکرم دست خودم نیست از اینجا به اونجا از اونجا به اونجا از اونجا به اونجا این فکر یک قرون نمیارزه بلکه مزرم هست اگر آدم بتواند فکر کند یعنی به اختیار خودش با انتخاب خودش مثلا قرآن دارد که اولو الالباب الذين يذكرون الله قياما و قعودا و يتفكرون في خلق السماوات والارض مثلا در قدرت خدا فکر می که اگه اگر آدم به این جور فکر مسلط بشه به اونی که عرض میکنیم به یه تجرد تام میرسه تام معلومه به همه آن چیزی که آدم در کمالات بهش میرسه از طریق فکرم میرسه در هر صورت شون فکر کرد شروع شد قرار گذاشت با خودش نیم ساعت سه رو به نماز به فکر بپردازد این فکر ایشان را غرق کرد چون از اون فکرهایی بود که خودش فکر میکرد نه فکر میآمد تدائی معانی نه من مثلا یادم میافته که شما مثلا دیشب اینجا نبودی بعدم حالا امروز هستی و بعدم یه چیز دیگه و یه چیز دیگه و چیز دیگه و هیچیش به درد نمیخوره یا نه من فکری میکنم که میخواهم خودم میخواهم فکر کنم ایشونو شد جزء نوادر روزگار قرایبی از ایشان نقل شده است به برکت اون فکر قرایبی از ایشان نقل شده است من یادم که بخا حاج آقای حق شناس ایشون یه جلد تفسیر داره یه جلد تفسیر داره که چاپ جدیدم شده چاپ جدید مثلا در 15 سال شد پیش مثلا چاپ شده فوق العادگی در اون تفسیر وجود دارد که حاج آقای حق شناس که می میکنم میگشتن پی اون فقرادگی هایی که تو این تفسیر وجود دارد اومده بودن کتاب فروشی و ما شاید اولین بارم از ایشون شنیدیم شاید بعد از وفات ایشان برادرزاده ایشان خب دست این نکتهشو بگیم و بریم سر بحث خودمون حضرت ولی از رو خواب میبیند از او احوال پرسی میکند از ایشان مثلا میگیم پدر بزرگ ما چه جوریس وضعش ایشون میفهمند که او خلال الجنه به محبت چون توانسته بود تحصیل محبت بکند تحصیل محبتی که اون قاضی آن را محبت حساب می کند ما همه اهل ادعای محبت هستیم دیگه همین سیاهی که به تنمون کردیم نشانه یک محبت است این نمیدونیم اونجا باید بزنن تو تراسو ببینن که این معیار نصاب معیار و نصاب رو داره یا نداره نصاب محبت او به محبت ما به بهش رفته است یه مرد بزرگی رو که نمیخوام اسم ببریم از ایشون اسم بردن که وقتی مثال میزدند در حوزه های علمیه علمای بزرگ مثال به اون شخص میزدن از پاک دامنی سوال کرد ایشان چه، چگونه است فرمود که ایشان به شفاعت ما به بهشت نشده بود اون مقدار که باید اون آقای قبلی سرمایه داشت سرمایه محبت داشت اگر سرمایه محبت یعنی محبتی که مقبوله در ترازوی اون آدم جامی بگذارن وزن داره محبت اون کافی بود خودش سرمایه دار بود رفت ایشون کم بود دار. به کار نداریم اون حرف آخر رو میخوام از ایشون سوال کرد آشق محمد حسین فرمود که ورد علی الله بهشت نگفت ورد علی الله ترجمهش رو تقریبا میفهمید ایشان به بر خدا وارد شد بفرمایید که مهمان خدا شد حالا آره این یعنی چی؟ نمونه شما بلدیم میگیم که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اینها رو مرده حساب نکنید اینا بر خدا وارد میشن بر خدا مهمان میشن این خیلیه خب ورد الله و اعطاه الله کل ما اراد خدا هرچه او میخواست به او عطا کرد از این بالاتر داریم من عرض میکنم داریم اما این خیلی ها خیلی حالا یه بحث دیشب عرض کردیم میخوام اون رو یه ذره فکر میکنم که انشالله یه روب بشه تمام کرد بحثو بینید آدم وقتی متولد میشه این مثال رو بلدین مثل یک مجموعه موم که هیچ رنگ و شکلی نداره در طول عمرش با رفتار و اعمال خودش این موم وجودش شکل میگیرد این آدم در طول عمرش با اعمال خودش شکل می گیره. <applause> البته خوب تربیت پدر مادرم هست و مدرسه که شما می روید هم هست دوستانتونم هست ما از عوامل مختلفی شکل میگیریم دیگه یه اخلاقای رو از مدرسه یاد میگیریم یه اخلاقایی که عمیقترینش اینه یه اخلاقایی رو تو خونه دیدیم یاد گرفتیم نشنیدیم یه دوست دارم پدرش خیلی دستش تو جیبش میرفت خیلی اینم من شاید بدونی که اصلا شاید خودش توجه داشته باشه من می دیدم که خیلی دستش تو جیبش میره حالا پول داره به اون منا نبودم چیزی دیگه آدم به طور لا شعور می آموزن. اون چیزهایی که تو خونه دیده از پدر و مادر دیده نشنیده حالا در هر صورت مجموعه اینا این وجود مرا شکل می داد. اما مهمتر از همه عرض منو برسید مهمتر از همه اون بخشیست که من خودم رو خودم دارم کار میکنم اون قوی ترین عامل ساختمان وجود من است بنابراین شما می توانی در هر شرایطی پدر مادر هر جوری بودن محلتون هر جوری بود مدرسه تون هر جوری بود می توانید به کمال لایق خودت ها برسید سختتر میشه سهلتر میشه اگه پدر مادر خیلی خوب باشن سهرتره که آدم خوب بشه مدرسه اگر خوب باشه سهلتر میشه که آدم خوب بشه اگر نشه نباشه خوب سختتر میشه اما در اصلاحات اون تعیین کننده اصلی اعمالی خود آدم انجام میده این بند اول ارز یه فرماش از امیر در نهج براقه هست می که قلیل و تدو یه کار اندکی که شما آن را مداومت کنید مثال من می کوشم نماز خوندن که کار بزرگی نیستش که کلش رو جمع میکنیم میشه نیم ساعت میشه چل دقیقه در 24 ساعت چل دقیقه نماز. این نماز رو من اول وقت میکنم اینو سعی میکنم همیشه باشه قلیلون تدومو علک یه اندکی که شما آن را مداومت کنی اون عامل بزرگ ساختمان شخصیت آدم هرچین اعمال خوب البته اعمال خوبی که شما آن را مداومت می بیشتر باشد شخصیت شما بهتر ساخته می شود قوی می شود ببینید ما یه روزایی رو در پیش داریم چه بخواهیم چه نخواهیم اعتقادم داریم حالا کم و زیاد داره اعتقادمون اما یعنی یه جوری نمیشه که من شب بیدار بشم از درس حساب قیامت یه قصه های بزرگی داشتم یادم میاد دوبار فعلا دوبارش یادم میاد که نیمه شب از خواب بلند شدم غیر طبیعی و اون قصه و اون مشکل مرا از خواب بیدار کرده بود اما هیچ وقتی هیچ وقتی بنده از خواب نپریدم از ترس یه کاری که کردم باید وایسم جوابشو بدم ترس از حساب قیامت هیچ بار نشده است خواب مرا به تاخیر بیندازد من تو فکرم قانه برای که من این کارو رو این اشتباه کردم چه جوری درستش کنم چه جوری جواب بدم به خدا ها چجوری به خدا جواب بدم چه جوری روز قیامت اینو ندارم عرض میکنم که اون روز حساب پنجاه هزار سال ما داریم میگن هزار سال شما در موقف نماز تو این هزار سال از شما پرس میپرسن نمازات رو ذره ذره بعدم هزار سال موقف دوم مثلا روزه است حق مردمه احترام پدر مادر آزار نکردن همسایه است هی بفرمایید یه همچی روزی حالا من عرض می کنم احتمالا هست قیامت دیگه قیامت احتمالا هست اون روز آدم احتیاج دارد به یک شخصیتی که در مقابل اون حول عظیم قرآن داره دیگه از این حول عظیم سخن میگوید اصطلاح قرآن فضع اکبره فضع یعنی چی؟ همونش که من به زبان دیگه گفتم هول ترس فضع اکبر بزرگترین ترسی که ممکن است این مال قیامته من در برابر اون باید که شخصیتی داشته باشم که اگر قدش بلندتر باشه از قیامت طوفان قیامت میآید و به او برخورد نمی کند قرآن دارد که یک کسانی هستند که بر اعراف جا دارند اونا که در اعراف جای دارند اونا هیچ حادثه از حوادث قیامت براشون کاری نداره برخورد نمی طوفان تو قیامت باشه من یه جایی هستم که اصلا طوفان اونجا نمیاد اینجوری بر تخت سلطنت در قیامت نشستند یکی سانی شخصیت رو آدم بتواند با کار مداوم عرض شد کار مداوم کار مداوم چیه؟ من همیشه دروغ نمیگویم میشه کار مداوم راستگویی مداوم. همیشه دروغ نمیگویم قیبت هیچ وقت نمی کنم همیشه مال مردم نزد من محترمه مال مردم مال مردم از همیشه اینجور این این اعمال ما میگیم اعمال خوبه پیوسته اعمال خوب پیوسته شخصیتی برای آدم به بار می آورد که اون حوادث بزرگ را براحتی راحتی می گذرانند حتی اگر یه ذره شخصیت قوت بیشتری داشته باشد اصلا قیامت را نمی بیند وقتی سر از خاک بر میدارد یک سره به بهشت میرمد حدیثشو چندین بار عرض کردم از قبل بیرون میاد پرواز میکنه به بهشت مأمورا می میپرسن شما حسابی دیدید؟ حساب ما ندیدیم سرات؟ سرات نمیدونیم یعنی چی؟ جهنم؟ جهنم نمیدونم یعنی چی؟ من ندیدم یک سر اون شخصیت هم باز با همین اعمال پیوسته خوب اعمال پیوسته خوب این خیلی حرف اساسیه ما گاهی خسته میشیم خسته میشیم مخیه یه کاری رو کم میذاریم شرایط یه ذره سخت میشه من برای نجات از شرایط سخت دروغ میگم مجمع رفقان دارن قیبت میکنن منم نمیتونم مقابل کنم با جمع رفیقام قیبت و گوش میدم مثلا این گاه 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 ها اگر از زندگی آدم حذف بشه همیشه چشم پاکه همیشه با. السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني من سلام الله ابدا ما بقيت و بقیه الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني من لزيارتكم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين